یک هنرمند فرانسوی از اهانت رئیس جمهوری فرانسه به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله انتقاد کرد و شعر مشهور طلع البدر علینا را به زبان فرانسوی خواند. به گزارش شیعه ویوز اخبار شیعان جهان، به نقل از خبرگزاری آناتولی به نظر می رسد که همچنان ابعاد منفی بحران توهین به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و مسئولان این کشور همچنان ادامه دارد. این بار پس از محکومیت عربی و اسلامی و تحریم کالاهای فرانسوی، لاونی دو تیموش، هنرمند مولیداوی تبار فرانسوی از موضع ضد اسلامی مکرون انتقاد کرد و نسبت به اهانت مسئولان فرانسوی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ابراز تأسف کرد. تیموش تأکید کرد اقدامات ضد اسلامی مکرون احساسات مردم را جریحه دار کرده است. به همین دلیل اهانت به ارزش‌ها، شخصیت‌ها و اعتقادات اسلامی را نمی‌پذیرد. این هنرمند فرانسوی با محکوم کردن اظهارات ضد اسلامی رئیس جمهوری فرانسه و مسئولان این کشور، اقدام به خواندن شعر مشهور طلع البدر علینا را به زبان فرانسوی کرده است. وی در ادامه افزود این گونه اهانت‌ها به ارزش‌های انسانی و احساسات جامعه خسارت می‌زند. لاونیدا تیموش متولد سال 1998 در مولداوی است. وی 5 سال پیش پس از مطالعه قرآن کریم و بحث و جستجو درباره اسلام به دین مبین اسلام گروید و مسلمان شد. وی به زبان فرانسوی، ترکیه‌ای، روسی و رومانی آواز می‌خواند.